بهترین ها سلام. اگر دوست داری بدونی چجوری میشه یه جوجه کباب خوشمزه روی باربیکیو درست کرد، در ادامه این ویدیو با ما همراه باش. اگر اولین بار به کانال یوتیوب ما سر میزنی، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن، دکمه زنگ رو بزن تا ویدیوهای جدید برای شما خوبان اطلاع رسانی بشه. لینک ویدیو رو با دوستان آشناییتون به اشتراک بگذارید و ما رو به اونها معرفی کنید. فراموش نکنید که سوالات و نظراتتون رو حتماً لطفاً در بخش کامنت برای ما بنویسید. حالا بریم ببینیم برای این جوجه کباب خوشمزه به چی احتیاج داریم. اولین کاری که بعد انجام میدیم، یه جوجه متوسط رو باید به شکل جوجه کبابی خرد کنیم. اگر دوست داریم بدونیم چجوری این کار کردیم، از بالا سمت راست ویدیوی تیکه کردن جوجه کبابی گوشت رو تماشا کن. خب 3 تا قاشق ماست ریختیم به همراه 2 تا قاشق روغن، اینا رو هم مخلوط میکنیم. یک کمی هم سس کچاپ اضافه میکنیم. این سسی که داریم درست میکنیم یه سس خیلی خیلی خوشمزه میشه. یه نکته ای که داره، ما سس خردل هم اضافه میکنیم و این چاشنی سسمونه که خیلی طعم سس رو بهتر میکنه و وقتی که مرغ رو مزه‌دار میکنیم و به اصطلاح برینیت میکنیم، مزه جوجه کباب ما فوق‌العاده میشه. چند تا قاشق آب لیمو هم اضافه میکنیم که طعم بسیار عالی به سس ما میده. برای اینکه یه سس معرکه داشته باشیم ما نیاز به ادویه داریم. اولین کاری که کردیم پودر سیر رو هم اضافه کردیم. تیکه های پیاز خشک شده و خرد شده به همراه پودر پیاز و همچنین مقداری آویشن. فلفل قرمز رو هم اضافه کردیم. این فلفل قرمز ها خیلی تون نیستش ولی رنگ و طعم خیلی خوبی به سس ما میده. از پودر رزماری هم به میزان کم استفاده کردیم و پودر فلفل سیاه که حسابی میزنیم تا یه جوجه کباب تند و خوشمزه داشته باشیم و البته نمک. مواد سس رو با هم مخلوط میکنیم تا یه مایه یک دست به ما بده و در انتها زردچوبه رو هم اضافه میکنیم که خیلی خوش رنگ و خوش طعم‌تر میکنه جوجه کباب ما رو. سس رو تست کنید، اگر که نیاز بود آب لیمو بهش اضافه کنید. این خیلی سلیقه‌ایه. حالا ما یه سس یک دست و خوش رنگ داریم. اولین کاری که میکنیم پیاز رو خلالی خرد میکنیم. سعی کنید خلاله نازل کنید چون ما میخوایم که این گوشت مرغ آب پیاز رو به خودش بگیره و طعم گوشت عوض بشه. پیاز ها رو کف ظرف میریزیم و بعد تیکه های گوشت جوجه ای رو میذاریم روش. به این ترتیب این تیکه های مرغ همه طعم پیاز میگیره.
پس اولین کاری که میکنیم پیاز رو خلالی خرد میکنیم، نازک خرد میکنیم و بعد تیکه های مرغ رو روش قرار میدیم. ما میخوایم که مرغ مزه دار بشه و طعم پیاز رو به خودش بگیره و در حقیقت بوی نامطبوع مرغ رو ازش با این کار میگیریم. و در اینجا سسی که درست کردیم رو هم اضافه میکنیم. مواد رو با هم مخلوط میکنیم و گوشت مرغ رو ماساژ میدیم. مواد رو با هم مخلوط کنید، گوشت مرغ رو ماساژ بدید، یه چند دقیقه این کار رو انجام میدیم و بعد یه سلفون یا یه فویل روی ظرفمون میکشیم و ظرف رو داخل یخچال قرار میدیم. این مواد رو داخل یخچال قرار میدیم حداقل به مدت 1 ساعت. اگر که تا 1 روز هم تو یخچال بمونه خیلی خوبه، مواد استراحت میکنه و خوشمزه میشه. بعد از 1 ساعت خورده این مواد رو از توی یخچال در میارم. جوجه ها الان طعم گرفته، خوشمزه شده و وقتشه که به سیخ بگیریم. اگر دوست دارید بدونید که ما این سیخ ها رو از کجا تهیه کردیم توی بخش کامنت بر ما بنویس. من لینک آمازون این سیخ ها رو براتون توی کامنت ها قرار میدم. خب حالا وقتی که جوجه ها رو به سیخ بگیریم، توجه داشته باشید که اندازه منقلتون و یا باربیکی که میخواید توش درست کنید به چه اندازه هست و با توجه به اون مرغا رو روی سیخ قرار بدید، چون اگر خیلی مرغ زیاد بذارید اون وقت از منقلتون میزن بیرون و گوش کامل پخته نمیشه. پس به این نکته توجه داشته باشید. نکته دیگه که باید توجه داشته باشیم اینه که سینه ها، بال ها و اینا رو همه رو توی یه سیخ بذارید. مثلا همونجور که توی تصویر مشاهده میکنید الان تمام بال ها رو ما روی یه سیخ قرار دادیم، چون تایم پخت بال یکیه و ما میتونیم این سیخ رو بذاریم و وقتی سیخ پخته شد از رو حرارت برداریم. پس تمام سینه ها، تمام بالارون ها، تمام بال ها و کتف ها رو توی یه سیخ مجزا قرار میدیم. گوجه رو نصف کردیم، به سیخ میزنیم و با ما همراه باشید که بریم روی باربیکیو. فلفل هالوپینیو هم داشتیم که از اونم استفاده کردیم تا فلفل کبابی هم داشته باشیم. با ما همراه باشید. جای نریدا. دوستای نازنینم، اومدیم توی حیات و پای باربیکیو. اولین کاری که میکنیم اینه که این قسمت فلزی رو از روی باربیکیو برمیداریم تا اینجوری یه منقل بر خودمون درست کنیم. کباب رو اینجوری قرار میدیم و بعد سیخ‌های جوجه کبابی رو به شکل طولی روی باربیکیو میذاریم. گاز رو روشن میکنیم. بعد از اینکه
گوشت تو مواد استراحت کرد یه ذره پف میکنه و این باعث میشه که گوشت خیلی خوشمزه تر بشه و وقتی که ما کبابیش میکنیم مغز پخت بشه. پس حتما توجه داشته باشید که گوشت مرغ استراحت کنه داخل یخچال و این مرحله رو حذف نکنید. خب سیخای جوجه کباب رو میچینیم روی باربیکیو. سیخای توپل و مشتی و خوشمزه هم شده. جاتون خالی. من الان ویدیو رو که دارم صدا گذاری میکنم هنوز مزه جوجه کباب زیر زبونمه. خیلی خوشمزه شده و من فکر میکنم که یه نکته که این جوجه کباب خیلی خوشمزه شد یکیش این بودش که جوجه ها تازه بودش و دومین نکته این که سوسش خیلی رسپی خوبی داشت. یعنی قشنگ با این رسپی این سوس وقتی که مرغ رو مزه دار کنی خیلی طعم و عطر خوشمزه‌ای داره. من بسیار دوست داشتم، بسیار لذیذ بود. جوجه کباب کامل پخته شده بود، مغزش پخته بود و خیلی خوش عطر و طعم بود. بعد از اینکه سیخ‌های جوجه کباب رو به منقل گذاشتیم، حالا باربیکیو گذاشتیم، سر می‌زنیم هر چند دقیقه یه بار به این سر می‌زنیم و زیر و رو می‌کنیم، برمیگردونیم تا مطمئن بشیم که تمام قسمت‌های جوجه‌ها پخته شده، مغز پخت شده و حواسمون هم هستش که نسوزه. کلاً چشم ازش بر نمی‌داریم. بعد از 5-6 دقیقه برمیگردونیم تا طرف دیگه جوجه هم بپزه. خیلی این که کی جوجه رو از رو حرارت برداریم یکم سلیقه ایه. بعضی دوست دارن جوجه آبدار باشه، بعضی دوست دارن برشته تر باشه، ولی به نظر من مهم اینه که مرکز جوجه، یعنی مرکز گوشت مرغ پخته شده باشه و حالا بیرونش هم یه ذره ترد باشه. اگر که وسط گوش صورتی و خام باشه خب دیگه به نظر من این جوجه جوجه خوبی نیستش. معمولا بعد از یک رو میشه جوجه ها رو از رو حرارت برداشت. البته توجه داشته باشیم که جوجه کباب اگر خیلی خشک بشه دیگه به اصطلاح اوورکوک میشه و دیگه لذیذ نیستش. پس بهترین جوجه کباب اینه که بیرونش یه ذره برشته باشه و داخلش پخته باشه ولی سفت نشده باشه. اگر که در انتهای کار کره هم داشتید، کره رو به یکم آب کنید و روی با قلمو رو جوجه بزنید و این باعث میشه که جوجه هاتون نمتر خوشمزه تر بشه. و حتما قبلش یه برنج خوب و خوشمزه هم درست کنید که به نظر من جوجه کباب باید با پلو سرو بشه. جوجه های ما آماده است، از روی حرارت برد داریم و کنار میذاریم. دوستای نازنینم از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزارم. اگر اولین بار بود به کانال یوتیوب ما سر میزدید لطفا کانال رو سابسکرایب کن، دکمه زنگ رو بزن تا ویدیو جدید برای شما خوب و اطلاع رسانی بشه. لینک ویدیو رو با دوستان آشنایتون به اشتراک بگذارید و ما رو به اونها معرفی کنید. سوالات و نظراتتون رو حتما لطفا در بخش کامنت برای ما بنویسید و مرسی که اینجا هستید. خدا یار و نگهدارتون.